سلام بر شما، به این برنامه زنده صفحه‌دوی آخر هفته خوش آمدید. در هفته که گذشت پرونده متهمان بانک سرمایه به دادگاه رفت. مدیران سابق بانک سرمایه به هزاران میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان متهم بودند که محکوم هم شدند. اما این پرونده یکی از ده نمونه دادگاه‌های فساد اقتصادی است که حالا دیگر خبرهای آشنایی در ایران هستند. مبالغی که در این پرونده از آنها صحبت میشه هوش از سر میبره. این پرونده به خصوص به خاطر گره خوردن اسمش به شهرزاد، یک سریال محبوب، و همینطور مطرح شدن نام‌های آشنا از جمله نام دامادی که از وزرای دولت روحانی بیشتر مطرح شده. در این برنامه قصد داریم درباره این پرونده خاص صحبت بکنیم، گرچه پرونده‌های مشابه کم نیستن. همین امروز پرونده دیگری هم در دادگاه بود، پرونده پدیده شاندیز، که سعی می‌کنیم در طول برنامه راجع به اونها هم حرف بزنیم. برای این بحث دو مهمان دعوت کردیم. عبدالرضا احمدی، پژوهشگر مالی و مسئول پروژه فسادبان از فرانکفورت با ماست، و محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل از پاریس. اما قبل از شروع بحث من از کیوان حسینی همکارم دعوت کردم که اینجا با ما باشه که کمی از جزئیات این پرونده بیشتر برای ما بگی. پرونده پیچیده ایه کیوان، من میخوام اول تو برای ما بگی داستان بانک سرمایه اصلا چیه، چون داستان پرفراز و نشیبیه. یک سری مدیرانش الان محکوم شدن، الان باز پرونده در دادگاه هست برای چیزهای دیگری. ماجرای بانک سرمایه در واقع نسخه تکراری اشکالی هستش که در مؤسسات مالی و اعتباری ایران وجود داره و برخی بانک ها باهاش روبرو هستند، و تا اینجا میشه گفتش که بخش عمده ای از بانک های ایران و مؤسسات مالی ایران پرونده مشابهی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارند، و اون هم اسمش از تسهیلات غیر مجاز. تسهیلات غیر مجاز یعنی در واقع به زبون ساده وام هایی هست که این بانک ها بدون در نظر گرفتن ضوابطی که چه به عنوان استانداردهای جهانی وجود داره، چه حتی به عنوان مقررات داخلی ایران وجود داره، به افراد پرداخت میکنن. مبناش میشه همون روابطی که شاید خیلی ها دربارش صحبت بکنن، پارتی بازی. دقیقاً پارتی بازی، روابط شخصی، سیاسی، همه اینها میتونه باشه. و همینطور که در پرونده و اشاره هم کردی که به مدیران در زندان هستن، توش گفته شد که اینها حتی رشوه هم میگرفتند و وام میدادند. به سه دلیل بانک سرمایه بین این همه پرونده بین بانک ها و مؤسسات دیگه خیلی مورد توجه قرار گرفته و با حساسیت در افکار عمومی دنبال میشه. اولین و مهمترینش این هستش که ابعاد فساد در این پرونده بسیار گسترده است، رقم ها بسیار بالاست. گفتی 9000 میلیارد تومان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگه که در این پرونده وام داده شده که با در نظر گرفتن سودهایی که پرداخت نشده، خسارتی که وارد شده 14000 میلیارد تومان هست. 400 نفر متهم داشته این پرونده، خب، و نماینده دادستان اسمش رو گذاشته ابرفساد بانکی در ایران. نکته دوم هم بحث صندوق ذخیره فرهنگیان هست که یکی از سهامداران بزرگ بانک بوده، و معناش این هستش که بخشی از این پولهایی که احتمالاً اتلاف شده، پولهای همین معلمایی هستش که اینها جمع شده بوده و قرار بوده برای بازنشستگیشون بهشون کمک بکنه. و مسئله سوم هم نامهای آشنایی هست که در سطح مدیران بانک به عنوان مسئولین سابق در سطح وزیر جمهوری اسلامی متهم شدند و به زندان افتادند، و چه به عنوان بدهکار بانکی باعث شد که پای چهره‌های معروف فوتبال و سینما به ماجرا باز بشه. چند نمونهشون اگه میتونی بگو بهمون، چهره‌های سرشناسی که اسمشون مطرح هست و راجبشون این روزها خیلی خبر می‌بینیم. ببینید، توی خود مدیران اون سه نفری که الان در زندان هستند، اسمشون هست علی بخشایش، محمد رضا توسلی و پرویز کاظمی. آقای توسلی که مدیر عامل بوده یه دوره‌ای و به این دلیل در زندان هست، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هست در دوره‌های سوم و چهارم از شهر طبس و فردوس. پرویز کاظمی هم که رئیس سابق هیئت مدیره است و ایشون هم در زندان هست، ایشون هم سابقه وزارت رفاه دوره نخست محمود احمدی نژاد رو در سابقه خودش داره. غیر از اینها اسامی همین دو روز پیش توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد، یک فهرست 31 نفره. به علاوه اون دو تا چهره مهم هم زودتر دستگیر شده بودن. اون دو چهره مهم حسین هدایتی و محمد امامی بودن. حسین هدایتی از کسانی هستش که در فوتبال ایران به عنوان سرمایه گذار معروف حضور داشت، مالک باشگاه استیلازیم بود، طرفدار تیم محبوب پرسپولیس بود و اومد برای این تیم سرمایه گذاری هایی کرد، با دست چک می اومد، گاهی یه دفعه بدهی های باشگاه پرسپولیس رو میداد
و حتی در یک دوره یادم هستش که عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم شد. ایشون به عنوان یکی از بدهکارای مهم و عمده بانک سرمایه اسمش مطرح هست. محمد امامی هم که تهیه کننده سینما و تلویزیون بود و نامش با سریال شهرزاد خیلی گره خورده و جزء سرمایه گذاران سریال شهرزاد بود. علاوه بر این دو نفر میتونم اشاره بکنم به نام محمد هادی رضوی که داماد محمد شریعت مداری هست، چهره شاخص اصلاح طلبا که الان وزیر رفاه هست، در کابینه آقای خاتمی همیشون سابقه وزارت داشته. احسان دلاویز یکی دیگه از چهره هایی هستش که در این فهرست جدید به عنوان متهم اسمش مطرح شده. ایشون هم یک چهره اصلاح طلب هست، در دوره محمد خاتمی اسمش به عنوان جوانترین مشاور رئیس جمهور مطرح میشد که البته ایشون مشاور رئیس سازمان ملی جوانان بود در اون دوره، ولی به عنوان یک کسی که طرفدار اصلاح طلب ها بود وارد سیستم شد و متهم این داستان هست. غیر از اینها اسامی دیگه ای که منتشر شده در خبرگزاری تسنیم عمدتا کسانی هستند که اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه بودند. راجع به اتهاما هم صحبت بکنیم، چون اتهاما هم رنج گسترده ای داره، همه جور چیزی میشه توش دید. مثلا من این مورد اخیر رو که نگاه میکردم خیلی هاش خیانت در امانت هست. واقعا نکته جالبی رو گفتی، چون انواع و اقسام اتهام تو این پرونده وجود داره. خیانت در امانت هست، اینکه مثلا این مقررات اجرا نشده، منابع بیت المال تلف شده که در واقع همون پول مردم هست، رقمی که تلف شده به گفته اتلاف شده به گفته قوه قضاییه 3000 میلیارد تومان هست، ولی در عین حال نماینده دادستان امروز گفتش که زودتر اعلام کرد که فکر کنم روز سه‌شنبه بود 94% بدهی های این بانک اصولا برنگشته، که احتمالاً رقم خیلی باید بالاتر از اینها باشه. غیر از اینها ثبت ده ها شرکت کاغذی، ماجرای شرکت کاغذی یا حتی اسمش هم گذاشتن شرکت کارتون خواب ها، این هستش که شرکت های سوری بوده و کسانی که شاید اصلا اطلاع نداشتن کارتون خوابی رو که هویتش اطلاع نداشته که اصلا به اسمش داره شرکتی ثبت میشه، شرکتی رو ثبت کردن و به اسمش میرفتن پول میگرفتن. اینجا یک رقم 600 میلیارد تومانی هست که میگه تسهیلات بانکی به نام کارتون خوابا و در شرکت‌های سوری گرفته شده. یه رقم 250 میلیارد تومانی هم هست که به نام مستخدم منزل و کارگر مغازه پول گرفته شده به عنوان وام از این بانک‌ها. علاوه بر اینها یه اتهام دیگه‌ای هستش که جالبه به اسم گران نمایی. گران نمایی در چند حالت اتفاق می‌افتاده، در گذاشتن وثیقه اتفاق افتاده و در باز پرداخت هم اتفاق می‌افتاده. مثلا آقای امامی که یکی از متهمین هست، یکی از اتهاماتی که داره این هستش که ایشون 300 میلیارد تومان بدهکار بوده و در ازای این 300 میلیارد تومان دو تا خونه به بانک پرداخت کرده. کارشناس بانک رفته قیمت گذاری کرده، گفته این دوتا خونه 301 میلیارد تومان میارزه و ایشون اصلا طلبکارم شده آخر کار. الان که پرونده رو بررسی میکنن، کارشناس قوه قضاییه رفتن میگن این دوتا خونه 60 میلیارد تومان میارزه. یعنی ایشون 300 میلیارد تومان گرفته. یک پنجم اون ارزشی که گذاشته. 250 میلیارد تومانش هم الان کلاهبرداری کرده. و حالا ببخشید یه نکته دیگه هم بگم، چون همین اتهامات خیلی رنگارنگی هست، علاوه بر همه اینها انگار که دیگه کم نبوده، غیر از اینها چیزایی هست مثل مثلا پاداش های کلانی که اینا به خودشون میدادن یا حقوق 1.5 میلیارد تومانی مثلا یکی از مدیران بانک. این مسئله که خب این پرونده رو اشاره کردی خیلی سر زبون ها انداخت، مسئله ارتباط هایی که گفتیم شد با سریال شهرزاد داره، اینکه سرمایه گذارشی که هم متهمان سریال شهرزاد هست. یه مقدار راجع به این فضا هم برامون بگو. میدونیم که مدت هاست روی فضای مجازی راجع به این صحبت های گسترده شده. در واقع اصلا ماجرا با صندوق ذخیره فرهنگیان آغاز شد، انتشارش در بین رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی. یه نکته‌ای رو که بعد نیست یادآوری بکنم این هستش که ما این روزا زیاد می‌شنویم در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی که برخیش به واسطه این دادگاه‌های ویژه و کمیته ویژه‌ای که تشکیل شده. این بانک سرمایه قبل از اون شروع شد و سابقه‌اش خیلی بیشتر از اینها هست. ماجرا در مورد سریال شهرزاد اینجوری بودش که یکی از روزنامه‌نگاران به اسم آقای نادر فتورچی در شبکه‌های اجتماعی شروع کرد درباره سرمایه‌گذاری این سریال یک سری سوالاتی رو مطرح کردند و اینکه گفتن این موضوع که این سرمایه با پرونده اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان گره خورده. در ابتدای ماجرا خیلی مبهم بود قصه و صندوق ذخیره فرهنگیان هم با مشکلات زیادی روبرو بود. بعد نیست اینم اینجا بگم که صندوق ذخیره فرهنگیان یه صندوقی هست که راه افتاد برای کمک به فرهنگیان. یه حقوق از ببخشید یک درصدی از حقوقشون کم میشه هر ماه، میره تو این صندوق، قرار بوده این صندوق با این پول کار بکنه، بهشون سود بده و در زمان بازنشستگی بهشون کمک بکنه. 28 شرکت داشته و در جاهای مختلف سرمایه گذاری کرده. 47 درصد سهام بانک سرمایه متعلق به این صندوق هست، یعنی متعلق به این 900 هزار معلمی هست که توی این صندوق پول گذاشته بودن.
بعد مشخص شد که آقای امامی که سرمایه‌گذار بزرگ سریال شهرزاد بوده به واسطه ارتباطاتی که داشته و یکی از اتهامات مهمی که در ارتباط با ایشون هم هست همین شرکت‌های سوری هست، به همراه محمد هادی رضوی که داماد آقای شریعت مداریه وام‌های کلانی می‌گرفتند که از بانک سرمایه می‌گرفتند و اینها در واقع با خود صندوق به طور مستقیم ارتباطی نداشتند و با اون پول سریال شهرزاد و فصل اولش رو اینا ساختن. سریال شهرزاد خیلی موفق شده بود، فصل دوم داشتن سرمایه گذاری میکردن که بحث اختلاس صندوق بالا گرفت، بعد اصلا بحث بانک سرمایه و فسادش مطرح شد، قوه قضاییه رفت سراغش، مدیرانش دستگیر شدن و اصلا فصل دوم تولیدش دیگه متوقف شد و هیچ وقت پخش نشد، حتی صحبت فصل سوم هم بود که دیگه این اتفاق هم نیفتاد. بانک سرمایه تنها، همونطور که گفتیم از اول صحبتامون، تنها مورد نیست. چی میشه که انقدر این داستان تکرار میشه؟ حالا میدونیم که شفافیت نیست، فساد است، ولی یک دلیل اصلی باید داشته باشه. یک سوال بزرگی شاید در مسئله اعتبار و اداره مؤسسات مالی وجود داره و اون هم به این شکل هست که بانک یک جاییه که مردم پولشون رو گذاشتن و این پول اینجاست، حالا بخشی سپرده های دراز مدت با هدف گرفتن سود، بعضی حتی سپرده های کوتاه مدت من و شما حساب داریم برای اینکه حقوقمون رو بگیریم، ماهانه و چیزهای از این دست. به هر حال مؤسسات مالی و بانک ها پول رو دارن، با این پول سرمایه گذاری میکنن و باش پول در میارن، در سود شریک میشن، اقتصاد اصلا اینجوری حرکت میکنه. در سیستم بانکداری معقولی که همین الان شاید در غرب خیلی رایج هست، یک سوالی همیشه وجود داره و اون هستش که این پول رو چطوری باید به سرمایه گذار داد، کی سرمایه گذار مناسبیه، به چه کسی باید بدیم که بتونه برگردونه، چه معیارهایی وجود داره و اینها خودش یک علم تازه است، یک در واقع مکانیزم خیلی پیچیده‌ای درست شده که اول از همه بفهمیم که طرف آیا ابتکاری داره، خلاقیتی داره و توانایی این رو داره که یک کار جدید رو شروع بکنه، یک سرمایه گذاری موفقی رو انجام بده. و نکته خیلی مهم بعدیش این هستش که کلاهبردار نباشه طرف. و اینو از کجا میشه فهمید؟ از سابقه مالی و اعتباریش. یک نظامی وجود داره، یک مؤسسات اعتباری وجود داره که همه اینا ثبت شده، الان که امتیاز میدن در کشورهایی مثل بریتانیا یا آمریکا، بر اساس این امتیازها مؤسسات مالی میفهمن که خب شما وضعیت اعتباریتون چطور هست و من وضعیت اعتباریم فرقش با شما چه هست، کدوممون معتبرتره. این در ایران وجود نداره، تا اندازه زیادی وجود نداره. البته یه سری مقرراتی هست، خصوصا در سالهای اخیر هم تلاشهایی شده که تا اندازه‌ای با مقررات این وضعیت کمی تعدیل بشه، اصلاح بشه. اون مقررات هم راحت زیر پا گذاشته میشه همیشه. حالا غیر از اون، اصولا شما اگر که یک ایده خیلی منحصر به فردی تو ایران داشته باشید یا آدم مبتکری باشید، واقعا چه راهی دارید که بتونید برید این پروژه رو از یک بانک یک وام خیلی خوب بگیرید و شروع بکنید، جز اینکه پارتی داشته باشید، رئیس بانکو بشناسید، بتونید برید پیشش. خیلی متشکرم کیوان حسینی همکارم، ممنونم از همه توضیحاتت، ممنونم از آقایون، آقای شولسعدی و آقای احمدی که این صحبت‌ها رو گوش کردیم. ما می‌خواستیم برای بیرندگانی که احتمالاً با پرونده سرمایه آشنا نیستن متوجه بشن که چه گذشته در این پرونده. آقای شولسعدی، فکر می‌کنید مشکل عمده در پرونده بانک سرمایه چه هست؟ چه چیزی باعث شده که به هر حال مدیران این بانک که الان هم در زندان هستن بعید بوده که نمی‌دونستان که پرداخت این میزان وام بدون پشتوانه به این افراد میتونه درد سرساز بشه؟ چه شده که این کارو کردن؟ آیا روشن هست؟ آیا میشه حدس زد که چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، اینکه چه اتفاقی افتاده کاملا مشخص هست، یعنی چیز پنهانی نیست برای کسی. و اینکه به هر حال روابطی بوده و اینها با در واقع روابطی این بانک ها پرداخت شده، خب کاملا مشخصه. برای همین هم از این مدیران در واقع الان در زندان هستند و احکامی علیهشون صادر میشه. مشکل در واقع یه مقدار فراتر از این هاست. من فکر میکنم مشکل از اینجا میاد که این اقتصاد ایران آنچنان یک بستر فسادخیزی داره که در تمام در واقع سطوحش این فساد میتونه ایجاد بشه، رشد بکنه و گسترش پیدا بکنه و این فساد تبدیل به عادت شده. حالا ما امروز به این پرونده رسیدیم، ولی خب اگر شما ببینید قبلها هم پرونده های دیگه‌ای بودن که از زمان اختلاس 128 میلیارد تومانی بانک صادرات گرفته تا بانک های دیگه اومدن. بعد پرونده آقای زنجانی بود، پرونده آقای خاوری بود بودن که بله اومدن و
در واقع من میخوام دقیقاً از شما همین، آیا الان صحبتش هم شد، آیا مشکل نبود قوانینه، قوانین در واقع مربوط به چک افراد برای گرفتن وام هست که ایراد داره، یا نه این قوانین هست زیر پا گذاشته میشه؟ فکر میکنم این قوانین یه بخش بزرگیش زیر پا گذاشته میشه و یه بخشیش هم اصلا وجود نداره. از یک طرف هم قانون تنها کافی نیست برای که ما بتونیم جلوی در واقع این فسادها رو بگیریم. قانون باید همراه با نظارت و همچنین همراه با در واقع مقابله قضایی باشه اگر کسی تخلفی بکنه ازش. مشکل اینجاست که انقدر این گسترش پیدا کرده و همچنین در بانک‌های ایران ادامه پیدا کرده و شروع شده و بست پیدا کرده که عملا نه کسی نظارت درستی کرده و نه کسی سرکوب شده یا در واقع توبیخ شده به خاطر رفتاری که انجام داده. و ما الان می‌بینیم خیلی‌ها به خاطر مثلا گرفتن این وام‌ها و به اصطلاح رشوه دادن و فلان و اینها محکوم شدن به حبس‌های متفاوت، ولی خیلی وقتا اون کسانی که در واقع این وام‌ها رو اعطا کردن به اینها هیچ خبری ازشون نبوده و هیچ کس سوال نکرده که اون مسئولینی که باید نظارت می‌کردن بر این مدیر بانک چرا اونها نظارت نکردن و در واقع من فکر می‌کنم تخلف اولیه رو اون مسئولین انجام دادن و ما تا با اونها برخورد نکنیم نظارت نمیتونه شکل بگیره و اونها پاسخگوی نظارتی که نکردن نباشن، ما نمیتونیم جلوی این فسادها رو بگیریم. آقای احمدی، شما به هر حال روی این پروژه دارین کار میکنین، در مورد فساد در ایران دارین کار میکنین، آمار جهانی هم مشخص است، ایران یکی از بدترین رکوردها رو داره در زمینه فساد اداری و مالی و بانکی. فکر میکنید که اگر بخوایم طبقه بندی کنیم، نمره بندی کنیم، مشکلات رو چطور میتونیم طبقه بندی کنیم؟ مشکل اصلی چیه؟ نبود قانون، عدم برخورد، مثلا همین چیزی که آقای شعله‌سعدی میگن با اون کسی که مسئول هست برخورد نمیشه، چیا هست دلایل اصلیش؟ بله ممنون. قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم اجازه بدید یک یادی بکنم از فیلمی که پارسال در جشنواره کان آقای محمد رسولوف ساخته بود به نام مرد صادق که توی بخش نگاه ویژه جایزه گرفت و اون فیلم موضوعش این بود که در واقع به فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی پرداخت که اون فیلم بعداً در ایران ممنوع شد. حالا چیزی که امروز ما شاهدیم دقیقاً بخش فاسد سینمای ایران که توی سینمای خانگی هست اومده دست به دست داده با بخش فاسد مؤسسات مالی و یک کلاهبرداری عظیمی رو با هم دیگه آغاز کردن که نتیجهش یک بخش کوچکی شما داریم در بانک سرمایه میبینیم و این از امروز هم شروع نشده. یعنی زمانی که به طور مثال آقای هومن سیدی فیلمی رو ساخت با سرمایه بابک زنجانی به نام 13 تا بعد در ادامه مانی حقیقی و بسیاری بسیاری مهران احمدی من خواهش میکنم برنامه زنده هست و ما این افراد رو نداریم که اینجا بخونن خودشون دفاع کنن. خواهش میکنم اسامی رو خیلی بهشون اشاره نکنید، میتونید به طور کلی بفرمایید. بله منظورم این بود که در واقع دست دادن ارگان‌های فاسد امروز یک محیطی رو ایجاد کرده که فوق‌العاده درش فساد تبلور میکنه. اما اینکه چرا این اتفاق افتاده، من در هم تنیدگی در واقع نهادها اسمش رو میذارم. وقتی که مؤسسات مالی توسط قوه قضاییه، توسط نیروهایی که نظامی هستن مثل سپاه، مثل نیروی انتظامی یا بخشی از دولت مردان افتتاح میشه، وقتی اون طرف سرمایه گذار محل درستی نداره، وقتی که حق و حقوقش از بین رفت بتونه بره اونو دریافت کنه یا بره جای شکایت کنه، و از طرفی خود نظام بانکی یک نظام شفافی نیست. یعنی شما در بانکداری ایران یک پایگاه داده وجود نداره که شما بتونی بری ترازنامه ها رو ببینی، بتونی بری صورت سود و زیان رو ببینی، و عدم این شفافیت و اون در هم تنیدگی نهادهایی که خودشون باید کار نظارتی رو بکنن اما اومدن تو حوزه مالی، یا موقعیت این چنین در واقع شرایطی رو به وجود آورده که امروز در ایران میبینید مؤسسات مالی چیزی حدود 35% از کل پای پولی ایران رو که رقم نزدیک به 90,000 میلیارد تومان امروز به بانک مرکزی بدهکاره و این حجم در واقع بدهی
عاملی است برای رشد نقدینگی که از اون ور میشه تورم و باز میاد مردم عادی که مثل همین معلمانی که رفتن در این صندوق‌ها با این امید که چیزی گیرشون میاد در بازنشستگی، اینا باید دوباره در قالب تورم به همین آقازاده‌ها و به این عواملی که دست به دست هم هستن این بهار رو باز دوباره پرداخت. بهار به قول معروف آش انقدر شور هست که تقریبا همه در موردش الان دیگه صحبت میکنن، تا مقامات بالا تا خود رهبر جمهوری اسلامی. رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی که حالا به تازگی هم منصوب شده، خیلی تو هر سخنرانی که این اواخر کرده راجع به این موضوع صحبت کرده و گفته قصد برخورد داره. امروز گفته همه بخش‌های کشور باید باور داشته باشن که بنای ما در دستگاه قضایی اینه که بدون توجه به خط و جریان و وابستگی و پیوستگی در مورد افراد پرونده های این چنین رو رسیدگی بکنیم. یعنی گفته برای من مهم نیست که بحث پشتوانه سیاسی هر کی چی هست، ما به همه رسیدگی میکنیم. روشن هم هست که به هر حال الان تو این پرونده ها خیلی ها با خط و ربط های سیاسی وجود داشتن و الان در این پرونده ها هستن. اما آیا واقعا آقای احمدی اینطور هست که مهم نیست که خط و ربط سیاسی افراد چه هست، به همه رسیدگی میشه؟ چون ما میبینیم که مثلا وزیر سابق هست، مثلا داماد وزیر فعلی هست، برادر رئیس جمهور هست توی پرونده دیگه. اما آیا میشه با اطمینان گفت که تمام جریان ها به یک شکل باهاشون با فساد اقتصادیشون برخورد میشه الان؟ خب اگر واقعا قبول کنیم که برخورد میشه، چون اگر برخورد میشد که باید اون متضررینی که مثلا در مؤسسات هستن به حقوقشون میرسیدن، تمام که امروز میبینیم هیچ کدوم نرسیدن. اما اگر این در واقع بخشی از این برخورد ها رو بگیم که این جنایی است، به نظر من نه، چون در دولت قبل هم همین اتفاق افتاد، زمانی که حجم این فساد به در واقع خیلی بزرگ شد، بخشی از همون آقایون دستگیر شدن. حالا امروز در دولت اعتدال آقای روحانی داره این اتفاق میفته و حالا اون قسمتی که داره فساد انجام میده، اون قسمتی که داره احتکار میکنه و که به یک شکل دیگه در واقع داره دامن میزنه به این فساد، داره بازداشت میشه و من چیزی نمیبینم که بگم تفاوتی وجود داره یا یک انتقام گیری است. اما اون چیزی که من میتونم به در واقع ضرس قاطع بگم اینه که متضررین امروز هنوز سرشون بیکلاهه و اون شفافیت و اون پاسخگویی که یک دادگاه مستقل باید امروز از خودش نشون بده نشون نداده و حجم ضرر بارش روی دوش مردمه. آقای شعله سعدی، این شیوه برخورد، می‌دونیم که خود آقای خامنه‌ای دستور داده برای مفاسد اقتصادی دادگاه ویژه تشکیل دادن، همین چند ماه اخیر چند نفر رو اعدام کردن، الان همین دادگاه‌ها هر روز یکیش برگزار میشه. روشن هست که به هر حال یک عزمی وجود داره برای اینکه با اینا برخورد بکنن، ولی بحث اساسی همین هست که آیا این شیوه برخورد، اینکه با اینها رو دادگاهی بکنند، پاسخگوی این مشکل هست، میتونه مشکل فساد اقتصادی رو حل بکنه یا نه اینها این یه روند قانونی است، حالا به قول آقای احمدی برای اینکه بتونن اون افرادی که متضرر شدن حقشون رو بگیرن، که در بسیاری از موارد هم نمیگیرن، اما در اصل موضوع تغییر ایجاد نخواهد کرد؟ من فکر میکنم بزرگترین چالش یا حتی بزرگترین خطری که کشور ایران یا حتی نظام جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه همین فساد هستش و من حتی خطر این فساد رو از خطر جنگ بدتر میدونم برای جمهوری اسلامی. این فساد مثل یک موریانه‌ای ساختار نظام رو میخوره و از بین میبره و بسیار آسیب رسونده به این نظام. حالا در این شرایط گاهن ما میشنویم عزمی رو که در واقع اعلام میشه برای مقابله با این فساد، ولی نکته مهمی که این وسط باید بدونیم این هستش که مقابله با فساد در واقع با برخورد با مفسدین شروع نمیشه. مقابله با فساد با ایجاد بستر سالمی هست که جلوی ایجاد فساد رو بگیره و اون عزم من تا به امروز ندیدم هیچ وقت در ایران، یعنی اون ساختاری که مانع این بشه که اصلا این مفسدین بتونن سوء استفاده بکنن. خب ما این ساختار رو میبینیم در کشورهای دیگه، به ویژه در کشورهای غربی بسیار پویا و فعال وجود داره. شما امروز مثلا در غرب حتی اگر بخواید یک وام کوچیکی بگیرید، گاهن حتی سلامت شما رو دقیقاً بس همین هست. آقای شعله سعدی، میدونیم که کشورهای غربی، یعنی در واقع اون نهاد مالی بین المللی مثلا FATF داره به ایران فشار میاره که
برخی از این قوانین شفافیت رو هم باید ایران تصویب بکنه. اصلا یکی از بحثایی که این ماها همش راجعش صحبت میکنن همین است. ایران خودش هم یک سری قوانین مربوط به پولشویی داره، اونا هم هست. آیا واقعا قوانین کم بودن؟ الان مثلا FATF اگر که تصویب بشه، قوانین مربوط لوایح FATF مثلا بخش این مشکلات حل میشه یا نه میشه این قانون هم تصویب که در نهایت اجرا نکرد، مثلا همون قوانینی که الان هستن و اجرا نمیشن؟ ببینید، قوانین FATF در واقع باعث این میشه که بقیه کشورها هم بتونن یک نگاهی به سیستم بانکی و مالی ایران داشته باشن، وگرنه اصل در واقع رصد این فسادها در داخل ایران کاملا امکان پذیر و انجام میشه و نهایتا میبینید چطور به همین در واقع افرادی که این فسادها رو انجام دادن نهایتا پیداشون میکنن و مشخصشون میکنن و همه چی هم رهگیری میشه و پیدا میشه. یعنی میخوام بگم نهایتا این قابلیت وجود داره که اینها رو زودتر پیدا بکنن یا اصلا جلوش رو بگیرن. این خیلی من فکر نمی کنم ربط مستقیمی به شفافیت بین المللی ایران داشته باشه. بیشتر در واقع یک اراده داخلی و یک اراده ملی باید وجود داشته باشه که اون ساختاری که اجازه داده میشه توش این فسادها ایجاد بشه جلوش گرفته بشه. من یکی دوتا مثال دوست دارم بزنم اینجا. فرض بکنید آقای بابک زنجانی محاکمه شد و حالا در زندان هستش و یه بخش زیادی از سرمایه این مملکت رو در واقع ایشون نگه داشته و گرفته، ولی هیچ وقت برخورد نشد که آخه تو چه ساختاری مثلا میشه به یک آدمی که هیچ پیشینه مشخصی نداره این همه پول، امکانات، نفت و اینها داده بشه و هیچ وقت اون مدیرانی که در واقع این امکانات رو ایجاد کردن باشون مقابله نشده یا ساختار تنظیم نشد دیگه که بشه در واقع جلوی این جور مسائل رو گرفت. یا مثلا آقای مظلومین رو گرفت اعدام کردن به خاطر اینکه ایشون تعداد زیادی سکه خرید و فروش کرده بود، ولی خب اون مدیران بانک مرکزی که اومدن اون سکه ها رو پیش فروش کردن و اجازه دادن، ساختاری رو ایجاد کردن که یک نفر آدم بتونه این همه سکه رو بخره، چرا هیچ وقت جلوی اونها گرفته نمیشه و اونها در واقع ازشون خواسته نمیشه که از اول ساختاری رو ایجاد بکنن که آقای مظلومی نتونه اصلا مثلا این همه تعداد سکه رو بخره که نهایتا به اون فساد منتهی بشه و بخواد ایشون محاکمه یا اعدام بشه. و من فکر میکنم تا وقتی که ما به این سمت نریم که اون بستر رو کاری بکنیم که جلوی ایجاد فساد گرفته بشه با نظارت و با در واقع ایجاد خود ساختار به نحوی که توش اجازه پرداخت همچین وام‌های کلانی داده نشه، در هیچ جای دنیا شما نمیتونید پیدا بکنید که مثلا یک مدیر بانکی یا مدیر شعبه‌ای یا حتی مدیران میانی بتونن این حجم از اعتبارات رو به آدم‌هایی که هیچ پیشینه‌ای ندارن بدن. قطعاً لایه‌های متفاوتی از در واقع نظارت و تایید وجود داره در کشورهایی که اقتصاد مدرن دارن و این لایه‌های نظارت و تایید هست که باعث میشه که کسی نتونه اصلا به این حد از فساد برسه، حتی اگر که بخواد و ارادهش رو هم داشته باشه. و مشکل اصلی ایران من فکر می‌کنم واقعا این عدم ایجاد و عدم در واقع اراده ای هست که یک ساختار شفاف و مشخصی رو ایجاد بکنه و اقتصاد رو در واقع و سرمایه های مملکت نگه می‌داره در دستان تعدادی افراد خاص و اینها اجازه دارن و میتونن با استفاده از روابطی که دارن به سودها، به امکانات، تسهیلات متفاوت و بسیار عظیمی برسن که خب کسان دیگه نمیتونن. خب آقای شعله سعدی، من برداشتم از صحبت شما این هستش که انگار که یک در واقع عزمی پشت این هست که این اتفاق بیفته، یک در واقع اون کسی که کسانی که با این برخورد نمی کنند این نیست که برخورد نمی کنند چون در واقع برخورد نمی کنند چون این شرایط به نفع اونها هم هست. این مملکت اگر به این شکل اداره بشه اون بخشی از در واقع قانونگذاران یا اون بخشی که باید مملکت رو به اداره بکنن به این شیوه راحت تر میتونن اداره بکنن، به این شیوه که یک سری آدم های مدیران میانی افرادی رو داشته باشن که بتونن به اونها در واقع اعتماد دارن، اونها بهشون اعتماد دارن. حالا ممکنه که سیستم بانکی به اونها اعتماد نتونه بکنه به لحاظ عدد و رقم، ولی اون فردی که بهش این وام رو میدن اونها بهش اعتماد دارن و براشون آدم اونها میشه. فکر میکنم یه همچین روندی رو شما دارین بهش اشاره میکنین. بله کاملا همینطوره هست. خب به هر حال این مدیران همین که به اون آدم ها اعتماد دارن، همین که خب بعضا خیلی وقتا ما دیدیم خود این مدیرها در واقع رشوه گرفتن و محکوم شدن در بعضی از پرونده ها و خب همین این دقیقا ساختار هست که باعث میشه همچین اختلاس هایی و همچین در واقع فساد های عظیمی توی ایران شکل بگیره که در هیچ جای دنیا نمونهش وجود نداره. من واقعا در هیچ جا سراغ ندارم که در کشوری افرادی باشن که به خاطر
فسادهایی در این حد محاکمه شده باشن یا اصلا همچین فسادهایی کشف شده باشه. خیلی نکته جالبی اشاره کردید. اتفاقا ما در ادامه این بحث یک مصاحبه هم داریم که دقیقا به همین مسئله اشاره میکنه، اون رو توصیه میکنم که بینندگان تماشا بکنن تا چند دقیقه دیگه. آقای احمدی، من میخوام سوال دیگه از شما بپرسم در زمینه برخورد با این افراد. اغلب افرادی که در این پرونده ها محاکمه شدند، بسیاری از افراد دان درشت به قول معروف اعدام شدند. بسیاری از فعالان حقوق بشر اعتراض میکنن، میگن اصلا جرم اقتصادی نباید در واقع حکمش اعدام باشه. به نظر شما چرا دستگاه قضا در ایران همواره با مجرمان اقتصادی چنین برخوردی کرده؟ چرا شیوه یعنی به نظر میاد مماشات هست تا جایی که یک باره اینها رو باشون برخورد میکنن و برخورد سخت‌ترین نوع برخورده؟ ببینید، برای اینکه یک دید درستی داشته باشه، من اول صحبت هم گفتم بخشی اصلا از این داستان بانک مؤسسات مالی اصلا نقطه شروعش دستگاه قضاییه. اما برای در واقع جواب دادن بهتر به سوال شما، میتونم بگم که یک فرایندی وجود داره. ببینید، در دوره ما هستیم که سرمایه گذاری مثلا در صنعت صفر، رشد اقتصادی منفی 6 پیش بینی میشه. وقتی در این دوره ما این حجم از سرمایه گذاری رو مثلا در صنعت سینما میبینیم، این تنها یک گزینه است برای اینکه یک پولشویی عظیمی رو انجام بدن، و نه تنها در واقع یک پولشویی توی این حوزه است، بلکه در حوزه های دیگه که در واقع یک شبه سرمایه گذاری داره رخ میده برای اینکه یک پولشویی عظیمی در این سیستم انجام میشه. اما جاهایی خب افرادی، حالا شاید خارج از اون قاعده ای که باید بازی کنن، دارن بازی میکنن و همین خاطر گرفته میشن، حذف میشن. اما هیچ عزم جدی در این سیستم دیده نمیشه برای مبارزه با فساد، مادامی که شما یک اقتصاد باز نداری، مادامی که مطبوعات دسترسی نداره به این پرونده، مادامی که ساختار در واقع رقابتی و نه رانتی وجود نداره. یعنی ما مادام داریم میبینیم که یک رانتی وجود داره، رانت اطلاعاتی، رانت فامیلیه، که منجر میشه در واقع به این رقمهای بزرگ وامی، و تا مادامی که اینها عوض نشه و یک ساختار درستی مبنی بر یک حکمرانی سالمی در واقع به وجود بیاد، هیچ چیزی تغییر نمیکنه جز اینکه بله، یک سری افرادی میتونن دستگیر بشن و در یک راه حالا به هر دلیلی به قول شما اعدام بشن، و بعضی ها هم خب نه، هیچ اتفاقی براشون نمیفته. درسته. ولی آقای احمدی، چی شده که ناگهان، حالا ناگهان که میگم منظورم همین دو سه سال اخیر هست، تعداد این پرونده ها به این شکل زیاد شده؟ به هر حال ما قبلا هم میشنیدیم مثلا پرونده هایی بود، در دهه های قبلی هم بودن افرادی. چی شد که یک دفعه این شد مهمترین در واقع معضل مملکت، که هر هفته ما تقریبا پرونده های این چنینی داریم؟ از کجا میاد؟ پول کلان نفت ریخت؟ چه اتفاقی افتاد؟ قطعا خب پول در واقع زیاد نفت که در سالهای 1385 تا 90 چیز حدود 660 میلیارد تومان پول وارد اقتصاد شد، و خب خیلی جالبه که اینو بگم در این سالها چیز حدود 70,000 تا شغل بیشتر ایجاد نشد، در صورتی که بین سالهای 1970 تا 1998 توی چین با 330 میلیارد دلار چیزی حدود 226 میلیون فرصت شغلی ایجاد شد. قطعا عدم مدیریت این سرمایه ها به اینجا کشیده میشه. اما مهمان برنامه تون یک حرف بسیار درستی زدن، و که سیستم های رانتی از یک جای به بعد دیگه نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. سیستم جمهوری اسلامی هم از نقطه آغازش در واقع سعی کرده که یک رانت خورهایی رو در دور خودش داشته باشه تا بتونه کل جامعه و کشور رو کنترل کنه. اما از یک جایی به بعد دیگه انقدر حجم این فساد و انقدر حجم این رانت و انقدر حجم این مافیای گری در واقع زیاد میشه که سیستم نمیتونه کنترل کنه، و امروز شاید در واقع یک به هم ریختگی و در یک در واقع هرج و مرج تمام عیار در کل سیستم اقتصادی ایران هست. آقای شعله سعدی، اگر بخوان این سیستم رو درست بکنن، باید از کجا شروع بکنن؟
به نظر من باید اول اقتصاد رو کاملا آزاد بذارن و در دست مردم و اقتصاد رو در واقع از این حالت رانتی و حکومتی که داره به اقتصاد خرد تقسیمش کنن که دست مردم کوچه و خیابون و بازار باشه و سیستم های نظارتی رو در واقع بتونن ایجاد بکنن که بسترها رو کاملا صاف و شفاف و درست بکنه. یک نکته دیگه هم که وجود داره این هست که کسی دسترسی به در واقع کیسه پول دیگران نداشته باشه. یکی از مسائلی که الان شما دارید میبینید که در واقع ریشه همچین فسادایی هست این هست که مثلا کسانی که این بانک سرمایه رو تأسیس کردن خب با یک زد و بندهایی دسترسی پیدا کردن به پولی که در واقع فرهنگیان ما و معلمین و اینها ذخیره میکردن و ما همه میدونیم که در واقع چه قشر آسیب پذیری هستن فرهنگیان در جامعه ایران و با وجود تمام مشکلاتی که اینها دارن این بخش از حقوق این مردم کم شده، از حقوق این قشر آسیب پذیر کم شده، در این صندوق قرار گرفته و این صندوق اومده ادغام شده با بانک سرمایه و در واقع پول این صندوق رو تزریق کردن این چند نفر به این بانک. در واقع این بانک با پول این مردم قشر فرهنگیان چرخیده و گردش پیدا کرده، نه با خود پول خود این مدیران و پولی که اینها به دست آوردن حالا با کارهای تجاری یا با در واقع توافقات مالی که انجام دادن. در نتیجه چون که پول مالی کس دیگه ای هست خب خیلی راحت هم میتونن اینو بخورن و ببخشن و در واقع به زوب پاشهای اینجوری بکنن و هیچ توجهی هم به هیچ نظارتی نداشته باشن. خیلی جالب هست که در خیلی جاها وقتی که کسی فساد یا اختلاسی انجام میده این رو کاملا سعی میکنه قایم بکنه، ولی ما یه فنومنی میداریم در ایران که کاملا برعکس، کسانی که به این راندها دسترسی دارن تازه اینو در بوق کنا میکنن و میشن مثلا مدیر فلان باشگاه ورزشی، بروز و به پاش میکنن، اسم خودشون رو میذارن آبربانک که نمیدونن بانک تیم فلان تیم ورزشی یا حتی بعضا تیم ملی فوتبال و خب این کاملا جلوی چشم مردم هست این اتفاقی که داره میفته و خب همه میفهمن داره چه اتفاقی میفته و حتی اینجور افراد سعی نمی کنن که اون پولی رو که دزدیدن قایم بکنن و این خیلی فنومن جالبی هست که تو ایران اتفاق میفته و من فکر میکنم که یکی از مسائل این هست که هر کسی مدیریت پول خودش رو داشته باشه. برای من خیلی سوال هست که چرا صندوق در واقع سرمایه‌گذاری فرهنگیان هیچ نقشی در بانک سرمایه نداشته و چرا مدیران اون صندوق الان جوابگو نیستن که در واقع این پول‌ها رو تزریق کردن در بانک سرمایه و با پول اینها در واقع این اختلاس‌ها و این فسادها انجام شده. البته اونها رو هم مرکز پژوهش‌های مجلس در موردشون یک گزارش مفصلی نوشته و اونها رو هم خواستن که پاسخگو باشن. متاسفانه وقت ما اینجا برای این بحث به پایان میرسه. من ممنونم از هر دوی شما آقایون، آقای شعله سعدی و آقای احمدی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. اما فساد گسترده در اقتصاد ایران سالهاست که همونطور که گفتیم به یک پدیده نسبتاً عادی تبدیل شده، تا حدی که در تازه‌ترین انتخابات ریاست جمهوری هم همه نامزدها در مناظره‌های انتخاباتی همدیگه و اطرافیان همدیگه رو به فساد گسترده متهم می‌کردن. بعضی صاحب نظران معتقدن اون چه که در اقتصاد ایران می‌گذره موقعیت یگانه‌ایه که نمیشه اون رو با تئوری‌های معمول اقتصادی توضیح داد. یک اقتصاددان هم به این موقعیت نام اقتصاد غارت داده، مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس 13، گرچه معتقده که این موقعیت رو میشه در اقتصادهای دیگه هم دید، اما میگه میزان اون در ایران چنان چشمگیره که کل اقتصاد رو در بر گرفته. بیشتر صحبتی داشتم با مهرداد وهابی و از او خواستم که توضیح بده این تئوری اقتصاد غارت دقیقا چیه. پرسش بسیار خوبیه خانم قاضی‌زاده، اما برای اون پاسخی در درسنامه‌های مرسوم اقتصاد پیدا نمی‌کنی، چرا که علل اصول اقتصاد اساسا موضوع مورد مطالعه خودش رو بازار میدونه و اگرچه بازار یک شیوه معینی از تخصیص منابع است، غارت هم مکانیسم دیگری از تخصیص منابع است که به واسطه اون چه که توسط دیگری تولید یا مبادله شده به تصاحب در میاد. غارت رو از این نقطه نظر باید در نقطه مقابل تولید و به مساوی شیوه تصاحب اونچه توسط دیگری تولید شده تلقی کرد. البته این تصاحب میتونه به زور، عنف و اجبار باشه یا از طریق زد و بند و ارتشا.
غارت به معنای دیگری هم میتونه تعریف بشه. غارت نوعی رفتاره، رفتاری مبتنی بر از استفاده از منازعه و تصادم یا اعمال قهر و زور. همونطوری که میدونیم غارت متضمن غارت شده و غارتگره. رابطه این دو چگونه است؟ در این خصوص در میان اقتصاددانان دو دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه میگه که همه علل اصول غارتگرن و غارت شده تنها اون غارتگریه که در منازعه و رقابت بین غارتگران مغلوب شده. نگاه دوم میگه که غارت نوعی رابطه است بین غارتگر و غارت شده مبتنی بر انقیاد و تسلط یکی بر دیگری. فی‌المثل نظام استبداد و جباریت رو در آغاز عصر تجدد در نظر بگیرید در قبال تجار و صنعتگران. خب تجار و صنعتگران تحت سلطه جباران بودند، اما از اونجا که سرمایه قادر به فراره، یک به اصطلاح عامل تولید بسیار متحرکیه، اونها میتونستند از سلطه غارتگران بگریزند و مجبور بکنند نظام‌های جبار رو به نوعی تفاهم با خودشون، چون یک جبار برای پر کردن جیبش در قبال جبار دیگه مجبور میشد که به صاحبان صنایع یا تجار یک سری امتیازات و تضمین برای مالکیت بده. در اینجا غارتگر متعرضه و غارت شده قدرت فرار باید داشته باشه. جالبه، توانایی فرار کردن یا گریز بخشی از اقتصاد غارته. سرمایه منقول راحت تر از سرمایه غیر منقول میتونه فرار کنه. به این اعتبارم هست که در جایی که غارت وجود داره، ارز، نقدینگی، عتیقه یا زیرخاکی ها و دیگر اشیای قیمتی که نسبت ارزششون به وزنشون بالاتره میتونند راحت تر فرار کنند. آی دکتر، من میخوام، چون این بحث میخوام یه بحث همه فهمی باشه، میخوام از شما خواهش کنم، این توضیحی که دادید توضیح بسیار جالبی هست. من میخوام ببینم که این چطور بر اقتصاد ایران منطبق میشه. آیا میشه توضیح دقیق تری به ما بدید که چطور اقتصاد ایران رو میشه اقتصاد غارت دونست؟ من فکر میکنم اقتصاد سیاسی دوره جمهوری اسلامی رو میشه اقتصاد سیاست غارت نامید، بالاخص اگر به پرونده های اختلاس متعددی که در این کشور وجود داشته بعد از انقلاب رجوع بکنیم. ببینید، علل اصول در ادبیات رسمی کشور ما اینطور مطرح میشه که اختلاس یک آرزوی موقتی هست، یک تخطی از مقررات که مثلا با اجرای حکم اعدام یا احکام دیگر غلیظ و شدید در حکم خاطیان میشه از اون جلوگیری به عمل آورد، و هرگز به این نکته توجه نمیشه که خود غارت میتونه یک نوع تخصیص منابع باشه. بالاخص در کشور ما این نوع از تخصیص منابع رایج شده به دلیل وجود نظام نهادهای موازی. من میخوام ذکر کنم که در اقتصاد ایران نه فقط نهادهای موازی در زمینه نظامی یا امنیتی وجود داره، در اقتصاد هم وجود داره. از همون فردای انقلاب اسلامی وقتی بانک ها و نظام بانکداری ملی اعلام شد در زیر حکومت موقت و آقای معین‌فرین ها رفتن نزد خمینی، او اشاره کرد که بانک های اسلامی رو باید مستثنا کرد. همین امروز هم ما هم صندوق های قرض الحسنه رو داریم به موازات و در کنار نظام رسمی بانکی و بانک مرکزی. به همین ترتیب ما دارای نظام شبه دولتی هستیم که در کنار نظام دولتی وجود داره. نظام شبه دولتی نظامی است که به ویژه به نظام‌های ولایی محسوب میشن، یا نظامی که به سپاه پاسداران مربوطه، مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان، نظیر ستاد هیئت‌های اجرایی فرمان امام یا قرارگاه خاتم الانبیا، که اینها در واقع و باید همچنین از آستان تولیت قدس رضوی یاد کرد. اینها نهادهایی هستند که بنگاه‌های زیر نظارتشون رو میشه بنگاه‌های بیشتر سیاسی نامید، اگرچه اینها هلدینگن به لحاظ اقتصادی. هلدینگ یعنی یک مجموعه از شرکت‌هایی هستند که از به اصطلاح جزئی‌ترین مسائل، فرض بفرمایید آب خوردن و نوشابه، تا بهره برداری از میادین گاز و نفت رو و همچنین بانکداری رو شامل میشن. شرکت های اینها رو بیشتر میشه سیاسی نامید،
و نه اقتصادی. منظورم از شرکت سیاسی چیه؟ یعنی شرکتی که هدفش به حد اکثر رسوندن سود نیست، بلکه هدف اصلیش، علت موجودیتش عبارت استش از باز تولید قدرت این یا اون جنای حکومتی. یه مثالی میزنم، فرض بفرمایید یک بنگاه اقتصادی که قادر نیست از طریق درآمدش هزینه هاش رو جبران بکنه، در اقتصاد باید ورشکسته تلقی بشه و بنابراین بره کنار. به. اما فرض بفرمایید همین بنگاه زیر نظارت مثلا قرارگاه خاتم الانبیا است، چون این شرکتی میتونه اشتغال ایجاد کنه برای اون سپاهی که بازنشسته شده، چون این شرکتی میتونه زمینش به طور مجانی به سمت بخش خریداری و در ید این بنگاه باشه، چون این شرکتی میتونه تحت عنوان عملیات تجاری از ارزی برخوردار بشه به قیمت رسمی که ما به تفاوتش در بازار به میلیون ها و میلیارد ها سر بزنه. خب در اینجا اگرچه شما شاهد این هستید که این شرکت ضرر داره، ولی از اونجایی که به لحاظ سیاسی میتونه اهرم های قدرت رو بازسازی بکنه حفظ میشه و این تماما برای به لحاظ کارایی اقتصادی منفی و زیانبار هستش برای کشور ما. صحیح. به این معنا موضوع اقتصاد سیاسی غارت رو میشه تعریف کرد. آیا بر این اساس هست که چنین مقاومتی در مقابل راه و کارهای بین المللی شفاف سازی در ایران میبینیم، مثلا FATF، مبارزه با پولشویی، آیا به خاطر این هست که شاهد چنین مقاومتی هستیم؟ یقیناً، و من بر اون اضافه میکنم که شاهد این هستیم که ما دارای مطبوعات آزاد، رسانه های گروهی دست جمعی که بخوان این نوع پرونده ها رو به دقت بررسی کنن ندارن. حتی مثلا شما در نظر بگیرید ژورنالیستی مثل بهمن احمدی عمویی که در حوزه اقتصاد یک سری مطالعات کرده، او رو زندانی کردن و سالها در زندان نگرش داشتن. یعنی شما نه این رو دارید و نه نظارت. بله. کنترل. و مورد اخیر هم خانم امیری، مرضیه امیری، که همین پرونده های فساد رو دنبال میکردن و حکم گرفتن. اجازه بدین من یه سوال دیگه در باره خصوصی سازی از شما بکنم. بحث خصوصی سازی یک بحث مهمی هست در گفتمان سیاسی اقتصادی اخیر، سالهای اخیر در ایران، به خصوص که آقای خامنه ای به دقت روی این اصلا خودشون چه یک راهکاری داد. آقای خامنه ای خودش راهکاری داد که اصل 44 قانون اساسی باید اجرایی بشه. بعد از اون بود که شدت گرفت خصوصی سازی. ممکنه بگید که مشکل این نوع خصوصی سازی کجا بود که منجر شد به اتفاقاتی که بعد تر دیدیم؟ با کمال میل فقط اجازه بدید یک جمله رو اضافه کنم بر پاسخ پیشینم، و اون نبود نهادهای مدنی در جامعه ما که بتونن نظارت و حسابرسی بکنن، مثل اتحادیه ها، سندیکا ها، مجامع دیگر. و این هم یکی از مشکلاتی که در زمینه خصوصی سازی ها هم ما باهاش روبرو هستیم. به نظر من خصوصی سازی، یا بهتر بگم خودمانی سازی، در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی شیوه‌ای از مصادره است که هسته اصلی اون تا کنون انتقال منابع از بخش دولتی به بخش شبه دولتی بوده، یا به بخش نهادهای ولایی و نهادهای وابسته به سپاه. این امر در سه موج انجام شد. موج چهارمش در دوره آقای روحانی هست. موج نخستش از دوره آقای رفسنجانی آغاز شد. میتونم بگم که حدود 7% بنگاه‌های منتقل شده دولتی به شبه دولتی در دوره تصدی ایشون، دو دوره ریاست جمهوری ایشون، سپس در دوره آقای خاتمی حدود 4% در 8 سال، و مهمترینش دوره آقای احمدی نژاد 2005 تا 2013 89% انتقالات مربوط به بنگاه‌های بخش دولتی به شبه دولتی در این دوره صورت گرفته. مهمترین منابعی که در این خصوص شده، خودمانی شده، نفت و گاز هست و نظام بانکی کشور. من میخوام در اینجا اشاره کنم، و این کمتر بهش اشاره میشه، منابع نفتی و گازی در کشور ما لااقل باید بگیم که از 4 مرجع در واقع زیر تصدی 4 مرجع خودمانی شده و به یک معنا دولتی نیست، اون هم تحت خصوصی شده: سپاه، بیت امام از طریق بنیاد و ستاد، و نیز آستان تولیت قدس رضوی، علاوه بر دولت رسمی 4 مرجع اصلی هستند که اینا رو نگهداری میکنن. خب شما، ما یه چیزی در اقتصاد داریم به نام tragedy of commons، تراژدی منابع عمومی. وقتی که یک منبع عمومی رو در میان افراد گروه های مختلفی شما اختصاص میدید که هر کدوم از اونها هم برای اقتدار سیاسی خودشون باید یارکشی کنن و از این منابع بهره برداری کنن،
منابع نفتی کشور علل اصول صرف چه میشه؟ صرف هزینه های مصرف جاری میشه و نه سرمایه گذاری برای سرمایه استوار. مهمترین ویژگی و خصلت اقتصاد غارت این که انباشت ثروت فردی صورت میگیره ولی انباشت سرمایه یا بازتولید سرمایه استوار صورت نمیگیره. به همین دلیل این هستش که بسیاری از زیرساختهای کشور ما مندرس و قدیمی و عدم نوسازی درش رایج هستش. به این معنا میشه گفت که این خصوصی سازی ها در این حال وسیله‌ای بودن برای تقویت بخش شبه دولتی که از نظارت مجلس خارجه. مجلس خودش در 2006-2008 در یک مجموعه تلاشا اون رو از نظارت خودش دور دونسته، به طور اولا از نظارت نهادهای مدنی نظیر سندیکاهای کارگری، نظیر انجمنهای مصرف کنندگان و دیگر نهادهایی که میتونه در جامعه مدنی بر این نوع امور نظارت بکنه کاملا مسئول هستن. خب راهکار چی است؟ طبیعتا اگر که ایران چنین مشکلی داره باید پیش از همه به فکر شفاف سازی باشه، باید بخواد که بخشی از این مشکلات رو از طریق در واقع از طرقی بخواد حل بکنه. حالا من وارد اون طرق نمیشم. آیا نمونه‌ای داریم، نمونه‌ای که قبلا این کار رو انجام داده، یک کشوری که با چنین مشکلی موزلی روبرو بوده و خواسته و حلش کرده و راهکاری پیش پای ایران بذاره، یا میشه گفت که مورد ایران یگانه است و باید راهکاری دیگر براش پیدا کرد؟ ببینید، یکی از مهمترین مسائل این هستش که حقوق مالکیت در یک چنین وضعیتی تعریف شده نیست و شما نمیدونید کدوم شرکت‌ها متضررن و کدوم شرکت‌ها امکان حیات دارن. اولین نکته این که بازرسی دفاتر این شرکت‌ها باید صورت بگیره. نظارت، کنترل و حسابرسی، شفافیت به این منظور. و این گزارشش فقط در کمیسیون مجلس نمیتونه بمونه. مخبرین، مطبوعات، اصحاب جراید باید این کارو بکنن و نیز نهادهای مدنی نظیر سندیکا. نگاه کنید دفاتر رو بگشایید، ببینیم کدوم شرکت‌ها متضررن و چگونه دارن کار میکنن، چگونه منابع تخصیص پیدا کردن. دوم، برای اینکه کار این کار درست انجام میشه، موقتاً، من تاکید میکنم موقتاً، لازم هست که یک نهادی همه این نهادها رو تحت کنترل بگیره. میتونه این قصه دولت باشه. این کار در یوگسلاوی انجام شد به خاطر اینکه در یوگسلاوی نوع مالکیت یک نیوه شیوه بسیار خاصی بود که از حیطه نظارت به اصطلاح نهادهای عمومی خارج شده بود. اول اونها رو مجبور شدن همه رو دولتی کنن، دفاتر و حساب کتاب ها رو بکشاین، ببینن کدوم متضررن، کدوم زمینه سودسازی دارن، به چه دلیلی، و بر مبنای اون یه تجدید ساختاری بکنن که کدوم بخش مثلا باید تحت کنترل و نظارت و مثلا خودمدیریتی خود کارگران و مصرف کنندگان اداره بشه، کدوم ها میتونن به بخش خصوصی سپرده بشن، کدوم ها میتونن به نوع تعاونی اداره بشن. ولی لازمه این یک اقدام موقته. آیا چون این امری متصوره در کشور ما در جمهوری اسلامی؟ اگر به اون چیزی که من تاکنون خدمتتون گفتم، نهادهای شبه دولتی رو به عنوان مراکز تجدید تولید قدرت در نظر بگیریم، باید خدمتتون عرض بکنم که یک چنین امری بدون یک تحول کیفی در نظام جمهوری اسلامی، اینکه نظام جمهوری اسلامی دیگه نظام جمهوری اسلامی نباشه و ما دارای مداخله مذهب در اداره اقتصاد و نظام‌های ولایی نباشیم، باید باشیم تا بتونی یک چنین رفرمی صورت بگیره. رفرم‌ها و اصلاحات کوتاه دیگری ذکر شده، از جمله این که این بخشا مثلا مالیات بدن به دولت. یکی دیگه‌اش که این اواخر انجام شده اینه که بانک‌های مختلف وابسته به سپاه در بانک سپاه قاطی ادغام بشن. ولی شما میتونید در نظر بگیرید که اگر اینا همه ادغام بشن، میتونن بانکی رو ایجاد بکنن که از بانک مرکزی هم قوی‌تر باشه و هیچ حسابی پس نده. من تصور نمی کنم که در ایران، اگر ما این رو بپذیریم که اقتصاد سیاسی غارته، باید از نوعی از سرمایه‌داری سیاسی دولتی یاد بکنیم و این سرمایه‌داری سیاسی دولتی بدون تغییر دستگاه دولت متصور نیست. من البته میتونم بیشتر اگر شما لازم دیدید در مورد سرمایه‌داری سیاسی دولتی و اینکه آیا خاص ایران هست یا در جای دیگر هم هست صحبت بکنم. متشکرم آقای وهابی، متاسفانه وقت ما هم اینجا تمام میشه. متشکرم، خیلی هم توضیحات کافی و جامعی بود. ممنونم از شما.
صحبتی بود که پیشتر داشتم با مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس 13، که نظریه خودشون رو، نظریه اقتصاد سیاسی غارت رو با ما در میون میگذاشن. اما ممنونم از شما که با این صفحه دوی آخر هفته با ما همراه شدید. این برنامه رو اگه بخواید میتونید روی وبسایت بی بی سی فارسی هم دوباره ببینید، یا اینکه روی فیسبوک ما لینکش رو پیدا بکنید، روی توییترمون هم همینطور لینک یوتیوبش رو اونجا با شما به اشتراک میگذاریم. اگر علاقمند پادکست برنامه هستید، پادکست برنامه رو هم میتونید بشنوید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.